سلام دوستان، امروز میخوایم در مورد موضوعی صحبت کنیم که فکر میکنم توی روند چاپ یه مقاله چالش برانگیزترین موضوع باشه و اون چیزی نیست جز ترتیب اسامی افراد توی مقاله. امروز میخوایم با هم یاد بگیریم که چه کسی باید نفر اول مقاله باشه، نقش نفر آخر چیه، اگر دو نفر به میزان مساوی کار انجام داده بودن باید چیکار کنیم و یا اگر چند نفر توی اون پروژه در واقع مشارکت یکسانی داشتن راه حلش چیه. اگر میخواین در مورد این موضوعات بیشتر بدونید در ادامه این ویدیو با من همراه باشین. میلاد هستم و الان حدود 2 ساله که در کانال بایو اسکیل با شما همراهم. توی این کانال به صورت هفتگی یه سری ویدیو در مورد آموزش های زیست‌شناسی مولکولی و انفورماتیک، مقاله نویسی و اینجور صحبت ها و یه سری هم از تجربه های تحصیل و زندگی خودم توی استرالیا رو با شما به اشتراک میذارم. اگه به این سب مطالب علاقمندین لطفا روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و اون دکمه زنگوله کنارش هم بزنید که نوتیفیکیشن ویدیو رو دریافت کنید. اگرم مبحثی دارید یا میخواید چیزی با من مطرح کنید توی بخش کامنت ها واسه من بنویسید. دوستان، همونجوری که خدمتتون گفتم ترتیب اسامی افراد توی مقاله یکی از موضوعات چالشی هست که خیلی وقتا در واقع سرش بحث و جدل پیش میاد، بعضی وقتا هم به مشکل برمیخوره کار، حتی بعضی وقتا بحثی هم پیش نمیاد اما خب یه سری دلخوری ها میمونه توی دل افراد از اون پروژه. خب خیلی وقتا این به خاطر اینه که افراد در واقع شاید توقع اضافه دارن، بعضی وقتا یه سری افراد زیاده خواهن توی مقاله و نمیخوان سهم افراد دیگر رو بدن و در واقع اون جایگاهی رو که دارن براشون قائل بشن و مسائلی از این دست مثل ناهماهنگی ممکنه باعث بشه که این مشکلات دلخوری ها پیش بیاد. اما توی این ویدیو میخوایم خیلی ساده بررسی کنیم ببینیم که اصلا حق کیه که اول باشه، نفر آخر باید چی کار انجام بده و اون چیزایی که اول ویدیو خدمتتون گفتم. قبل از اینکه بیایم ببینیم که اصلا چه کسی باید نفر اول مقاله باشه، بیایم با هم بررسی کنیم که اصلا چرا نفر اول بودن مهمه. خب بچه‌ها، نفر اول کسی هست تو مقاله که اسمش بیش از دیگران دیده میشه. شما وقتی میخواین رفرنس بدید یا از مقاله‌ای توی در واقع پروژه خودتون نام ببرید، معمولا اسم نفر اول رو می‌نویسید و برای بقیه از همون واژه اتعال معروف استفاده می‌کنید. پس نفر اول خود به خود بیشتر دیده میشه و احتمالاً افتخار بیشتری کسب می‌کنه اگر اون در واقع پژوهش به یه جای خوبی ختم بشه. همچنین خب می‌دونید خیلی از در واقع ارتقای شغلی، مصاحبه‌ها، در واقع رزومه نویسی ها، اینجور صحبت ها مربوط به شخصیه که نفر اول رو داره توی مقاله. منظورم اینه که در واقع وقتی که شما اون مقاله رو جای ارائه میدید، اگه شما نفر پنجم مقاله باشید احتمالا خیلی موضوع فرق میکنه با اینکه شما نفر اول مقاله در واقع محسوب بشید و اسمتون اونجا قرار بگیره. واسه همین خب این باعث میشه یه تنشی همیشه باشه یا در واقع یه چجوری بگم توقع ایجاد بشه واسه بعضی از افراد توی مقاله که دوست داشته باشن نفر اول مقاله باشن. علاوه بر نفر اول بودن توی مقاله، یه جایگاه دیگه داریم توی اسمای مقاله که اونم خیلی مهمه و اون نفر آخر هست. نفر آخر رو در واقع به عنوان سوپروایزر اون پروژه میشناسن و اینکه در واقع معمولا کسی هست که به عنوان کورسپاندینگ آتر با ادیتور مجله در واقع مکاتبه میکنه. البته همیشه اینجوری نیست، نفر اول هم میتونه کورسپاند باشه، نفر وسط هم میتونه باشه در خیلی از مجله ها، اما معمولا در واقع کسی که اون پروژه رو سوپروایز کرده اسمش آخر میاد و اینکه اون مکاتبات رو در واقع با ادیتور جورنال انجام میده و اون خیلی جایگاه مهمیه. اگر خیلی از در واقع نوبل پرایز وینرا رو ببینید، برنده های جایزه نوبل، میبینید که نفر آخر مقاله هایی هستن که اون مقاله ها خیلی معروف شدن. نفر اول در واقع جایزه نوبل رو نبرده، نفر آخر همون در واقع صاحب آزمایشگاه است، کسی گرانت ها رو می نویسه و در واقع بودجه رو میاره به آزمایشگاه و اگه بخوام خلاصه بگم میشه استاد شما. اما چه کسی باید نفر اول مقاله باشه؟ بچه ها، نفر اول مقاله شخصیه که بیشترین آورده فکری و عملی رو توی اون پروژه به نسبت بقیه افراد داشته. این شخصی است که باید نفر اول باشه. حالا آورده فکری یا آورده در واقع عملی چیه؟ کسی که ایده اصلی تحقیق مال اون بوده، این میشه آورده فکری. کسی که در واقع بیشترین مقدار کار آزمایشگاهی رو انجام داده، این میشه کار عملی. کسی که داده ها رو آنالیز کرده، بازم میشه کار عملی. کسی که در واقع پیشنویس مقاله رو نوشته، کسی که داده ها رو تفسیر کرده، کسی که در واقع با ادیتور و ریویورها مباحثه کرده، مکاتبه کرده، جواب کامنت ها رو داده، اینا میشن آورده‌های فکری و عملی اون مقاله. حالا هر کسی که بیشترین مقدار رو از این آورده‌های فکری و عملی توی اون مقاله انجام داده باشه، حقشه که برش به عنوان اول مقاله نوشته بشه. حالا احتمالاً این سوال ازتون پیش میاد، اگر دو نفر به صورت همزمان
مقدار مساوی کار انجام داده بودن، آوردهشون توی مقاله مساوی بود، چه کاری میتونیم انجام بدیم. این روزا خیلی از ژورنال‌ها یه مبحثی دارن به اسم multiple first authors یا در واقع co-first authors. اینا در واقع دوتاش یکیه و در واقع دو نفر میتونن به صورت همزمان نفر اول باشن. البته اسمشون رو بالا پایین هم نمی‌نویسن، همین جوری که توی شکل می‌بینید. به هر حال یه نفر نفر اول میشه، این در واقع صحبتی توش نیست و اون نفر به هر حال کسی که شانس این رو داره که یه مقدار بیشتر دیده بشه، مبحث همون رفرنس دی یا آوردن اسم توی مطالعات که خدمتتون عرض کردم. اما از لحاظ در واقع اون مبحث آورده برای شخص توی مسابقه شغلی و توی گرفتن در واقع شغل آینده، خب همون مزیت‌ها رو واسش داره، به خاطر اینکه توی اون مقاله ذکر میشه که این دو نفر به مقدار مساوی کار انجام دادن و هر کدوم از اونها میتونه به عنوان نفر اول اسمش رو توی رزومه بنویسه. یه حالت دیگه هم هست که خیلی هاتون در موردش فکر کردین و خیلی وقت هم پیش میاد توی پروژه‌هایی که چندین نفر در واقع همزمان دارن مشارکت انجام میدن. فرض کنید یه نفر میخواد یه ریویو آرتیکل بنویسه و مثلا یه نفر داره اون کار رو مدیریت میکنه و در واقع اون داده ها رو جمع‌آوری میکنه و 5-6 نفر دیگه دارن همزمان به میزان مساوی داده جمع‌آوری میکنن و به اون شخص میدن برای آنالیز و در واقع نوشتن درافت نهایی و اون 5-6 نفر دارن میزان مساوی کار انجام میدن. کاری که میشه انجام داد اینه که اسامی افراد توی مقاله نوشته میشه، خیلی مهم نیست ترتیبشون چیه، البته منظورم نفر اول نیست، منظورم نفر دوم مثلا تا پنجم یا هفتمه. و اینکه آخر مقاله یه بخشی هست به اسم author contributions. توی این بخش مقاله نقش هر کسی و اون که چه کاری انجام داده توی مقاله نوشته میشه و وقتی که افراد کارهای مشابهی انجام داده باشن و در واقع مشارکت مشابهی داشته باشن توی مقاله، اونجا میشه ذکر کرد که مثلا نفر دوم تا هفتم مشارکتشون یکسان بوده و کار مشابهی انجام دادن برای انجام مقاله. یه نکته دیگه هم بگم برای اونایی که دارن سعی میکنن اپلای کنن و براشون مهمه که بتونن به استادی که دارن واسش ایمیل میزنن ثابت کنن که مثلا ما فلان بخش مقاله رو انجام دادیم یا ما فلان تکنیک مقاله رو انجام دادیم. یادتون نره توی مقالهایی که دارن مینویسن یا دارن مشارکت میکنید به اون کورسپاند مقاله یا در واقع اون مسئول مکاتبات که حالا میشه استادتون معمولا بگید که توی در واقع این بخش آخر یا توی بخش مشارکت یا author contributions بنویسه که شما چه کاری انجام دادید. مثلا اگر PCR انجام دادید و میخواید توی در واقع رزومتون ثابت کنید که شما این کار رو بلدید و توی مقاله شما این کار رو انجام دادید، بهترین مدرک برای شما اینه که توی مقاله نوشته بشه که سهم شما توی این مقاله مثلا انجام قسمت PCRش بوده. بچه‌ها خیلی نمیخوام این ویدیو طولانی بشه، فقط میخواستم یه مقدار ذهنتون نسبت به این که اسامی ترتیبشون چطوره و هر کدوم چه کاری انجام میدن بازتر بشه و اینکه حالا اگر بخواید در آینده پروژه انجام بدید شاید این نکات ریز یه مقدار بتونه به شما کمک کنه که بتونید در واقع با دید بازتری به اون پروژه وارد بشین. اما میدونم که الان خیلیاتون میاد پایین کامنت میذارید که هر کی زورش بیشتر باشه اسمش نفر اول میشه توی مقاله یا ممکنه وقتی کسی حتی کاری هم انجام نداده باشه به خاطر اون رابطه‌ای که داره حالا اسمش بیاد توی مقاله. همه اینا رو میدونم، منم توی همون فضا کار کردم و توی همه دنیا هم اینجوریه، کم و بیش داره. اما اینو بهتون قول میدم که خیلی وقتا اسم خیلی افراد میاد توی مقاله که شاید استحقاقش رو نداشته باشن که اسمشون اونجا باشه. اما می‌خواستم باهاتون دو سه تا نکته رو مطرح کنم برای اونایی که دارن حالا پایان‌نامه ارشد می‌گذرونن یا می‌خوان در واقع وارد مبحث دکترا بشن و پایان‌نامه بردارن با یه استاد. بچه‌ها سعی کنید قبل از اینکه با یه استاد پایان‌نامه بردارید، البته اگر این به اختیار شماست که استادتون انتخاب کنید، چون که بعضی از دانشگاه واقعاً این دست شما نیست و شما مجبورید با یه استاد خاص پایان‌نامه بردارید، اما اگر انتخاب دارید بین چند استاد، سعی کنید قبلاً در مورد اون استاد تحقیق کنید و اینکه حالا بدونید روحیاتش چجوریه، آیا در واقع توقع خاصی داره از مقاله هایی که در واقع از اون پایان‌نامه میاد بیرون یا نه، یا اصلا علاقه ای داره. بعضی از اساتید واقعا واسه چون مهم نیست که اصلا این کارو انجام بدن، یعنی اگر دانشجو انجام داد داد، انجام ندادم که میگن خب به ما مربوط نمیشه و اینکه واقعا هم دانشجو باید این کارو انجام بده. اما خب بعضی از اساتید واقعا همکاری هم نمی کنن توی این زمینه، واسه چون مهم نیست که همکاری کنن. بعضی از اساتید میخوان دیتا های چند تا مقاله که به هم مربوطه رو در واقع با هم یه جا کنن و با عنوان یه مقاله خوب بدن. این رو باید شما مطلع باشین از قبل و بدونید که شما موضعتون چیه توی اون تحقیق، جایگاهتون چیه، دیتایی که شما تولید میکنید توی پایان‌نامه‌تون قراره چه اتفاقی واسش بیفته. برای همین میگم که قبلش در واقع در مورد اون استاد سوال کنید، ببینید دانشجوی قبلی که باش کار کردن، حالا دو تاشون سه تاشون اگه دسترسی داشتید،
چه تجربه‌ای داشتن از کار کردن با اون استاد و در واقع با دید بازتری اون استاد انتخاب کنید. اگر شانس اینو نداشتید که استادتون رو انتخاب کنید، که بعضی وقتا این مورد پیش میاد مخصوصا توی دانشگاه‌های زیر نظر وزارت بهداشت به دلایل مختلف، دقت کنید که همون اول با استادتون صحبت کنید. اگر استادتون استادیه که حالا توقع خاصی داره، میخواد اسم اول مقاله باشه، میخواد دیتا رو در واقع تجمیع کنه یه مقاله بده و خودش تصمیم بگیره چه کسی نفر اول اون مقاله هست، یا هر چیز دیگه‌ای که حالا ممکنه به مذاق شما خوش نیاد، همون اول بدونید خیلی 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 بهتر از اینه که آخر متوجهش بشین. بعضیا فکر میکنن اگر مثلا سرشون کنن تو برف در موردش صحبت نکنن چیزی عوض میشه، یا مثلا آخرش حق دارن که طلبکار بشن. نمیدونم خیلی اصلا این کلمه حق دارن که طلبکار بشن عبارت درستی بود که استفاده کردم یا نه، اما هر طوری که هست به هر حال صحبت نکردن اول کار هیچ چیزی رو در انتهای کار تغییر نمیده. پس همون بهتر که اول بدونید که در واقع قرار نیست اسمتون اول مقاله باشه، قرار نیست فلان اتفاق بیفته. خیلی واضح با هم صحبت میکنید و اینکه تکلیفتون از اول مشخصه. نکته آخر من بگم که حالا اگر دارید پروژه ارشد برمیدارید یا پروژه دکترا برمیدارید، این مقاله هایی که اینجا میدین آخرین مقاله عمرتون نیستن. حتی اگر توی بدترین شرایط ممکن قرار گرفتید، حتی اگر فکر میکنید در مورد این موضوع در حقتون اجحاف شده، میدونم حق دارید ناراحت باشید، اما حق ندارید خیلی خیلی ناراحت باشید. این آخرین مقاله زندگیتون نیست. ایشالله در آینده خودتون پروژه کار خواهید کرد، مقاله های بهتر، داده های بهتر، ژورنال های بهتر، و سعی کنید خیلی واسه این موضوع به خودتون سخت نگیرید و به قول معروف آرامش ذهنی خودتون رو به خاطر موضوعی که بعداً میفهمید خیلی موضوع پر اهمیتی نبوده به هم نزنید. امیدوارم این ویدیو هم واسهتون مفید بوده باشه. اگر واسهتون مفید بود لایک یادتون نره. اگر نظری دارید تو بخش کامنت ها واسه بنویسید. لطفاً ننویسید که همه استادا بدن، اینجوری نیست. میدونم بعضی از استادا ممکنه اونجوری که ما میخوایم رفتار نکنن و یا شاید چیزی ببینن که حالا ما نبینیم. اگر نظری داشتید به غیر از این موضوع واسه من بنویسید. و اینکه سابسکرایب هم که میدونم فراموشتون نمیشه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه.